سلام، وقتتون بخیر. من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چند شنبه به مدت یک ساعت در خدمت شما دوستان عزیز، و امیدوارم که شما هم در این یک ساعتی که با من همراهی میکنید این برنامه رو لذت ببرید، حال کنید دیگه، کلا یعنی با هم یه جوتایی، من با شما، شما با ما، ازم کلا شاد باشین. ما این نصف شبی، نصف شب که نیست، ساعت این موقع شب جمعه ها، هدفمون فقط اینه که شما با لبخند، با خوشحالی بخوابین و صبح فردا که تشریف میبرین سر کار یا مدرسه یا حالا هر جای دیگه ای، صبح روز شنبه رو با شادی آغاز کنید. یعنی هدف همین اینه، هیچ هدف دیگه ای هم ندارم من، همینو بس. یکی از دوستان یه اشاره ای کرده بود، اصلا البته نمیدونم داستان مال کیه، ولی خب حالا دیگه دوستاش احتمالاً بهش یادآوری کرده بوده، یکی دیگه بهش گفته بوده، خودش یادش افتاده بوده. منم چجوری راجع به برنامه حریم خصوصی یادتونه، یه نکته ای رو یادآوری کرده بودن، شاهکار بود، من خودم هم یادم بود، ولی خب حالا نمیدونم چجوری شده بود، از ذهن من پریده بود، ایشون یادآوری فرمودن که گفتن چرا اینو نگفتیم مثلا تو اون برنامه، و چقدرم درست و صحیح بود. میفرمودن که توی کشورهای خارجی، شاید منظورش این بوده، می‌خواست بگه من خارج بودم، چون منظور این بوده، ولی کلا شاید مثلا مربوط میشه برنامه پوز دادن، ولی من هم تو برنامه حریم خصوصی مطرحش میکنم، یعنی نمونه یه بخشی از اون. تو کشورهای خارجی میخوان برن از ATM کارت بکشن، مثلا پول بکشن، کارت بزنن پول بکشن، یا مثلا میرن توی مغازه یه چیزی، این یه متر که بعد از اون ور فاصله داشته باشه، این بالا هم یه دونه آینه زره، اگه احیانا یه نفرم از یه متر بیشتر نزدیک شد، مثلا 80 سانتی متر، با آرنج بزنی تو دهنش یا پلیس خبر کنی، یعنی در این حد قضیه. ما ولی توی دور و بر خودمون یعنی اینجوری نیست. اولا که ATM که رفتی همه وایسادن اینجوری کنسل کن اون یکی 38 تومانی نمیخواستی، خب کی 380 تا این صفرش. اینجوری با هم دیگه نظر کنیم تو مغازه که میریم که دیگه شاهکارتره. رمزت رو محبت رمزت رو ازت میگیره، میخواد کارت تو بزنه، رمزت رو ازت میگیره، یعنی آخر حریم خصوصیه، یعنی این حریم خصوصی رو در واقع پشت سرش یه تابلو ورود ممنوع زدن دیگه، بعد از اون دیگه کسی نیاد، انقدر حریم خصوصی اونجا معنی و مفهومش، شکل و شمایل واقعیشو گرفته، اصلا سمبلش، مجسمه‌اش همون وسطه، مثل مجسمه آزادی میمونه، اونجا زدن. اینم مجسمه حریم خصوصی هم اونجا زدن که میدونین، در عین ناباوری. حالا این از این دیگه، عرضم به خدمت انورتون که یه نکته دیگه هم بود که بذارین فیسبوک و توییتر و اینستاگرام رو بگم، این هشتگاش هم که همه میشناسن دیگه، من نمیگم، بریم، من دوباره در خدمت شما خواهم بود. خب ما تو برنامه این هفته، من به طور اتفاقی چند وقت پیش با یه ویدیویی برخورد کردم، یه مدتی فکر منو مشغول کرده بود، تصمیم گرفتم تو این برنامه راجع به صحبت بکنم، ولی قبلش بذارین یه نکته رو روشن بکنم، اونم اینه که ما، یعنی همه ما، اگر با حرفی یا حرکتی موافق نیستیم، دلیل نمیشه که بخوایم اون شخص یا اون کسی رو که این حرف رو زده مورد مؤاخذه و محاکمه قرار بدیم، بعد به زور بخوایم نظر شخصی خودمون رو با میخ و چکش بکنیم توی ذهنش یا تو حلقومش، هر جا که دردش بیشتره، و بخوایم نظر خودمون رو به قولی تحمیل بکنیم. نسل قدیم و نسل جدید خب تفاوت‌های زیادی دارن از لحاظ فکری، دیدگاهی، دیگه از همه نظر با هم دیگه فرق دارن. همه هم شنیدن، همه هم گفتن، همه هم میدونیم که قدیمی ها و بزرگترها رو باید احترامشون رو نگه داریم، حتی اگر حرفی میزنن که به نظر شما یا به نظر ما یا به نظر من غلطه، مثلا اگر کاری کردن که با تفکرات ما فرق داره، دلیل نداره که اونها رو بکوبیم یا زیر سوال ببریم کارشون رو. ولی ذکر یک نکته اینجا لازمه عزیز من، دوستان، این قضیه دو طرفه است. بزرگترا، قدیمی ها، قرار نیست که شما هم اگر چیزی دیدین که تو نسل خودتون نبوده بخواین جوانها رو بکوبین و تحقیر کنید و زیر سوال ببرین. نسل عوض شده، همه چی تغییر کرده، نه فقط توی کشور ما بلکه همه جای دنیا. این قضیه تغییر نسل و دیگه نمیدونم رفتارها و دیدگاه‌های اجتماعی یه داستان همه‌گیر در سراسر دنیاست، ربطی هم به فرهنگ نداره، چون همه میگن نمیدونم اونا فرهنگشون فرق می‌کنه، اونا فرهنگ اونوری دارن، ما فرهنگ اینوری. نه، اصلا ربطی به فرهنگ نداره، همه چی عوض شده، همونجوری که برای ما عوض شده همه جای دنیا خیلی چیزا تغییر کرده. قبلا قدیمی‌ها یه کارایی می‌کردن که الان نمی‌کنن،
و الان هم جدیدی ها یه کارایی میکنن که قبلا قدیمی ها نمیکردن. خیلی ساده، چیز شاخ و دمداری نیست، خیلی موضوع ساده ایه. حالا من میتونم حتی یه مثال هم براتون بزنم. قدیما توی تلویزیون آمریکا رو براتون مثال میزنم، همین برنامه لید نایت شو که تقریبا پدر لید نایت شو، برنامه های اینچنینی جانی کارسن بود، ویدیوهاش رو اگر ببینید توی برنامه در حال اجرا داره سیگار میکشه. اما الان توی برنامه، نه توی سریال و فیلم ها، تو فیلم و سریال فرق میکنه، توی برنامه های تلویزیونی شما یه جعبه سیگار رو میز ببینی میتونی جریمه کنی تلویزیون رو، اصلا غیر قانونیه. عوض شده دیگه، فرق کرده. حالا چرا من این حرفا رو دارم میزنم؟ چی شده؟ دلیل داره عزیزم، دلیل داره. اون ویدیویی که داشتم عرض میکردم خدمتتون که چند وقت پیش دیدم و فکرم رو به خودش مشغول کرده، در رابطه با یک موضوع خیلی جالبیه. هنرمند خوب و مردمی و باحال کشور ما رضا عطاران توی یه مصاحبه که احتمالا مال جشنواره بوده گفته من برای خندوندن مردم حاضرم شلوارم هم در بیارم. یکی از دوستان منتقد گفته بود که عطاران برای اینکه مردم رو بخندونه حاضر شلوارش هم بکشه پایین، و من الان واقعا به جای رسیدم که حاضرم. حالا این بماند که شلوار رضا عطاران اگر در بیاد چه چیزی ممکنه زیر شلوارش باشه که خنده دار باشه و چرا ممکنه ما رو بخندونه به کنار، ما کاری نداریم. ولی مطمئنم چون رضا کلا همه چیز خنده داره و آدم طناز و بانمکیه، مطمئنم بدون شلوارم بانمکه. من خودم به شخصه با شلوار بی شلوار دوستش دارم، عزیز دلمه. اما از اون طرف استاد جمشید مشایخی مثل اینکه خیلی روی شلوار رضا عطاران حساسیت داشتن و نمیدونم، شاید هم روی رضا عطاران بدون شلوار حساسیت داشتن، نمیخواستن بره بیرون، یه حرفایی زدن. حالا بذار ویدیو رو ببینین. آقای رضا عطاران، شما برای اینکه مردم بخندن میتونستین بگین من از بالای یه درخت چنار یا تبریزی میپرم پام بشکنه که مردم بخندن، اون سخنی که من روم نمیشه اینجا بگم و چاپ شده. آقا تو درس اخلاق با ملت ایران بدی. آقای عطاران جایزه به شما میدن به خاطر بد اخلاقی، ببخشید اینو میگن ادب؟ اون حرف شما بسیار بی‌ادبانه بود. ده آخه آقای مشایخی قربونت برم عزیز من، شما بزرگ ما هستی، آخه مگه مردم ما مازوخیسم دارن که بخوان به یکی که از درخت افتاده و دست و پا شکسته بخندن؟ آخه خنده داره، همین حرفا رو میزنیم که مردم تا میبینن یکی یه بلایی سرش اومده سری موبایل رو در میارن فیلم بگیرن به جای اینکه کمک طرف بکنن. چرا باید به دست و پا شکستن مردم بخندیم؟ چیش ممکنه خنده دار باشه؟ جالب اینجاست که استاد درختش رو هم مشخص کرده بودن، مثلا نگفته بودن از درخت مثلا کوتاهی مثلا بیفته کسی مثلا بدنش کوفته بشه مثلا خنده دار باشه، گفتن از بالای درخت چنار یا تبریزی. چنار یا تبریزی آخرین شاخه بپره پایین که یا گردن یا دست یا کمرش بشکنه ما بخندیم. کجاش خنده داره؟ از هر کی استاد اگر بپرسین، از بچه بگیر تا پیر، اگه یکی دست و پاش شکسته باشه خنده دارتره یا یکی که شلوارش از پاش در اومده؟ جواب کاملا مشخصه واقعا که کدوم خنده داره. حالا شما هم استاد خودتون رو انقدر ناراحت نکنید، انقدر اذیت نکنید، اینکه اشاره کرده بودید من اصلا روم نمیشه این حرفی که آقای عطاران زده رو بزنم، اصلا چه جوری میتونم این حرفو بزنم، این حرف چه جوری زده شده، این آقا اصلا ادب نداره و چه جوری جرأت کرد این حرف بزنه. دیگه یکم عجیبه دیگه، شلوار در آوردن اونقدر چیز وحشتناکی نیست که خون به چش و چاله کسی بیاره. برای شما خودتون از نسل فیلم فارسی هستین دیگه، هیچکی ندونه، شما خودتون خوب میدونید که اون زمان تقریبا تو 85% فیلمای ما کسی شلوار پاش نبود. تازه نه برای خندوندن، این اگر دوستان شلوار پاشون نبوده برای خندوندن کسی نبود، برای کارهای دیگه ای بوده دیگه. شما باید براتون عادی باشه، یا حالا من نمیدونم، اگرم اون موقع عادی نبوده شاید شما اون موقع تقریبا هفته یه بیانیه در باب بی‌ادب بودن و بی‌شلوار بودن بازیگرای مختلف مثلا صادر می‌کردید. مثلا این آقای بهروز وثوقی که تو فیلم همسفر شلوار پاش نیست، ادب نه، من اصلا اجازه نمی، چه جوری اجازه دارن مثلا یه همچین کار بی‌ادبی بکنن؟ یا آقای سعید کنگرانی توی فیلم در امتداد شب به چقدی ایشون شلوار پاشون نیست؟ یا تو معمل آمریکایی دوباره بهروز وثوقی، یعنی بهروز وثوقی که حتما روزگارش می‌بردین جلوی چشش بقیه هم همینطور، چون ببخشید خدمتتون عرض می‌کنم، چون برای چیز عادی نبوده دیگه، ولی من میدونم که این کارو نکردین، یعنی اعتراضی نشده، حالا نمیدونم چرا،
ولی یه نکته دیگه ای هست، من فکر نمی‌کنم قضیه شلوار اونقدر، یعنی شلوار پا بودن یا پا نبودن اونقدر مسئله بزرگی باشه که بخواد اینقدر مشکل ناراحتی ایجاد کنه، چون در انتهای صحبتاش هم آقای مشایخی اجازه اشاره کرده بودن که رضا عطاران بالا با این وضعیت تازه جایزه هم بهش میدن، جایزه هم به شما میدن به خاطر بد اخلاقی، ببخشید اینو میگن ادب؟ خب این فهمی کنم بیشتر برمیگره به قضیه جایزه بردن رضا عطاران، چون اگر رضا عطاران گفته بود من شلوارم حاضرم در بیارم که مردم بخندن و جایزه بهش نمیدادن، شاید این مشکلات پیش نمیومد، ولی چون جایزه بهش دادن باید حالش هم جا بیارن. خب من توصیه میکنم به رضا عطاران، رضا جان تو اگه میخوای شلوار در بیاری ببر جایزه رو پس بده، جایزه با شلوار، بی شلوار جایزه رو پس بده. ما اینجوری، ما جایزه به آدمای بی شلوار نمیدیم. تازه حالا همین یه قضیه نبوده که استاد ناراحت کرده، باز هم هست. حالا بذارید من یک پیش زمینه بدم. متاسفانه نحوه برگزاری مراسم جشنواره فیلم فجر رو، نمیدونم جشن خانه سینما و دیگه جشن دنیای تصویر، یه مقداری از لحاظ تولید و پخش شدن و اجرا شدن یه مقداری ضعیفه با توانایی هایی که در عرصه سینما، بازیگری و کارگردانی داریم، با این اساتیدی که واقعا در کار خودشون حرف اول رو میزنن. ما کارگردان اسکار برده داریم، جایزه کن برده داریم، یعنی یکی از بزرگترین صنعت های سینما رو داریم، ولی خب این مراسم واقعا اصلا قابل مقایسه با هیچ مراسم دیگه نیست. حالا اسکار و گلدن گلوب و دیگه نمیدونم جشنواره کن رو که اصلا بلش کن، اصلا حرفشو نزنیم، جشنواره برلین و ونیز و دیگه نمیدونم لوکارنو و اینا هم که دیگه بیخیال، اصلا شما خود اصلا بل کن، اصلا راجع بهشون صحبت نکنیم، اصلا شما خودتون اصلا این جشنواره امسال ما رو محبت کنید، یه تیکشو ببینید. خب حالا اونا رو ول کنید، اون خارجکی ها رو ول کنید، شما خودتون بیاید مقایسه کنید با جشنواره پارسال افغانستان. حرفی ندارم من اصلا اصلا من میکشم خودم الان، خفه میکنم، اصلا حرف نمیزنم. شما اصلا دکور و فیلم برداری و دیگه نمیدونم نور و این چیزا رو ول کنید، اصلا راجبش صحبت نمیکنیم. بریم سر نحوه برخورد حرف زدن خود دستاندرکاران که انقدر خشک و کلیشه‌ایه که در واقع آدم رو یاد روز درختکاری میندازه. بچه‌ها این درخت میان بالا شاخ شمشاد جایزه رو میگیرن، همونجوری میرن پایین. حالا امسال رامبد جوان که فوق‌العاده با نمک هم هست، از دوستای قدیمی منم هست، سعی کرده بود یه مقدار این یخ مراسم رو با شوخی‌های مختلف بشکونه، یه خورده از این حالت درش بیاره، باحال‌ترش بکنه. متشکرم. علت قوز معلوم شد، چون اگه قوز نمی‌کردم میرفت پایین و هومن برای در آوردنش ممکن بود اینجا درست نباشه. اما از قرار این کار رامبوت هم به مزاق و ساق خوش نیومده و ایشون اشاره کرده بودن که این کارهای اتفاق افتاده توی مراسم باعث خجالت ایشون و بقیه است. بعضی وقتا یه مسائل پیش میاد باعث میشه که انسان قصه بخوره. چرا؟ خب چون در زمان ایشون این اتفاقا نمی‌افتاده. حالا من که نمی‌دونم، اونایی که میدونن بهتر از من میتونن راجع به این قضیه قضاوت کنن، اما من فقط میتونم یه توصیه بکنم که استاد انقدر خودتو اذیت نکن، چقدر تو حساسی، الهی که قربونت برم من، شما خودتو اذیت نکن. من از همینجا میگم شما جوانای بی توجه به نظر من اصلا همون ریختی که قدیما کارهای مختلف انجام میدادن انجام بدید، هیچ تغییر و تحولی توی چی ایجاد نکنید. دست به شلواراتون هم اصلا به نظر من این شلوارا باید دوخته بشه به پیرهن که هیچ خطری تهدید نکنه و هیچ بیادبی صورت نگیره. رامبد اینقدرم کارهای جلف نکن. این کارا چیه میکنی؟ همه تون برین دست استاد رو ببوسین، ازش عذرخواهی بکنین، از دلش در بیارین. بزرگترا هر چی بگن درست گفتن.
و ما جوانها، البته در من خودم هم قاطی جوانها کردم، ما باید حرف شنوی داشته باشیم و باید کارهایی نکنیم که گذشته ها خجالت بکشن ازش. این توصیه من بود به شما دوستان، امیدوارم که جدی بگیرید. ما این هفته چون مهمونمون گفته بود که من حرف خیلی دارم واسه زدن، گفتیم که اصلا کلا بذاریم یه ویژه برنامه اختصاص بدیم به مهمون برنامه‌مون، چون حرف زیاد داره واسه گفتن، چون خیلی هم ما دوستش داریم. از دو جنبه هم میتونیم به قضیه نگاه بکنیم. یکی اینکه هنرمند فوق‌العاده خوبیه، هنرمند با سابقه قدیمی کشورمونه، به اضافه اینکه ورزشکار حرفه‌ایه، نه ورزشکار معمولی ها، ورزشکار صاحب رکورد کشورمونه، یا حداقل بوده. ولی یه مشکل، آن نمیدونم چه اتفاقی افتاده، شب قبل بوده، دو سه شب قبل بوده، کیو گم کرده که تمام مدت میگه دیشب تو کجا بودی، من خواب تو را فرامرز آصف. بله من خیلی خوش اومدی، بفهم لطفا خوش اومدی واقعا فرامرز جون. واقعا دیشب کجا بودی؟ دیشب خواب تو رو دیدم. آره. چه خبر؟ خیلی خوب، از دیدنت خوشحالم. قربونت برم من. کاش شما یه خود از این صدای و لو بیس صداتون به ما بدین تو ریکوردینگ دیگه، از صدای تو بیستر و قشنگتر و You have a beautiful voice. خیلی صداتون قشنگه. حالا به هم دیگه ایمیل هم میزنیم و یواش یواش من یه خود از شما تعریف میکنم، یه خود شما از من تعریف میکنم. هندونه آره. ولی حالا یه چیزی، عینک برای چی زدی؟ الان اینجا استودیو، یعنی تاریک، شب. تعداد زیادی از دوستان ایمیل برام زدن که با عینک خیلی خوش تیپ هستی. دلیلش این بوده؟ یعنی گفتن کسی سوال کرد حتما شما بهشون این ندا رو بده که اصلا به خاطر تیپه. نه، برای اینکه تو دبی هستیم و به علت کمخوابی زیاد و تلفن های ساعت 6 صبح شما آدم بلند میشه و میپره و کار میکنه، عینک میزنه میاد. خوشحالم که با این شوی بسیار زیبات واقعا تونستی تو قلب ملت جا پیدا بکنی و یه تلنگری بزنی به یه سری از اتفاقایی که میفته و به قول معروف زبان ملت باشی. قربونت برم. لطف داری و عزیز دل مایی و بزرگواری کردی اومدی. من البته بگم اینجوری که من با فرامرز اگه خیلی شوخی دارم به خاطر اینکه من فرامرز از قدیم هم دیگه میشناسیم. 8 سال پیش من یکی از اینترویوهای خیلی خوبم رو با فرامرز انجام دادم. حالا نمیدونم اینترویو خوب واسه تو هم بوده یا نه. مال تو بد بوده. من از لس آنجلس بالاخره عکس العمل رو میفهمم و میدونم که چندین و چند بار این اینترویو پخش شد. دایرکتینگ خودتون بود. من آدم سختی هستم تو کار، ولی وقتی که میبینم یه نفر پیدا میشه که میتونه راحت با هم دیالوگ برقرار کنه خیلی فلکسیبل هستم. قربونت برم. خب پس اینجوری، حالا که انقدر راحت صحبت کردیم، یه صحبت جداگونه ای رو میخواستم باید بکنم. اینکه من همیشه از زمانی که کارهای تو رو دیده بودم، ویدیوهای تو رو دیده بودم، از زمان قدیم، خیلی وقتی جوان بودم، وقتی مثلا 14 سالم بود، عاشق سبک متفاوت کارت بودم. اینکه چقدر متفاوت و خلاقانه کاری جداگونه، خیلی دور نسبت به خواننده های دیگه انجام دادی. سبکی که میرقصیدی، سبکی که میخوندی، اون عینک های گرده توی میوزیک ویدیو کمر باری که من دیشب تو کجا بودی و اون آلبوم، اون سری میوزیک ویدیو، خیلی کار متفاوتی بود. بعد حالا اتفاقاتی که در میانه راه افتاد به کنار، یه دفعه رسید به این میوزیک ویدیوی دیجی. این از کجا واقعا در اومد و چی شد اصلا؟ اینو واسه من تعریف کن اصلا، اینم چه جوری؟ شما همیشه عاشق کانتروورسی هستین. کانتروورسی یعنی یک دونه خبرساز بودن و داستانی که بتونی یه مرتبه بدون تبلیغات شما رو بیاره بالا و کامیلی بیافتی رو زبون. خب داستانتون، من نسل جوان یواش یواش داشتم از دست میدادم، نسلی که دیگه الان حاجی رو نمیشناسه یا نمیتونه باش پل ارتباطی برقرار کنه. حاجی تکون، حالا دو تکونش هم داریم. بله. نمیتونست پل ارتباطی برقرار کنه و با این داستان دو تا سه تا چهار تا هدف پشت سر این داستان بود. یک، تکنیک. وقتی که میگیم دی جی یا دیسک جاکی، کسی هستش که موزیک پخش میکنه، موزیک میزنه برای شما، حالا میتونه برای 100,000 نفر باشه، 150,000 نفر باشه توی یک آرنای بزرگ، استادیوم فوتبال یا زمین چمن بزرگ مثل دی جی تیستو.
ریتمای آقایون بیشتر رو 4-4 و 2-4 هستش. دیجه ها رو دارم میگم. ریتمی که من پیاده کردم روی 6-8 پیاده کردم. یک تکنیکی هست به اسم سکرچ. سکرچ دستاشون روی 33 دورای واینال تکو میدادم، گو جو 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 جو. ولی ایرانی‌ها نداشتن و دیجه های ایرانی خب خواهش میکنم از من خورده نگیرید، چشم بسته یه 7-8 تا دست تکون میدادن و یه صداهایی درست میکردن. این ناهنجار بود، این صدا در قالب ریتم نبود. ما ریتم سکرچ رو دیزاین کردیم برای 6-8 و به خاطر همینم با پررویی 4 تا کلوز آپ شات روی خود ادیت ویدیو گذاشتم که نشون بده که دیجه چطوری تو 6-8 در این کار انجام این کار انجام میده. بعد از همه اینا مهمتر مسئله خودنمایی و شناسایی رقص بود که خب. تونستین این کارو بکنین. خواهش می‌کنم دایرکتورایی که میدونن دقت بفرمایید. 1001 1002 1003 در قالب 3 ثانیه شما نمیتونید کوریوگرافی رقصی بکنید که 4 نفر که پشت سرتون دارن ترومپت و ترومبون میزنن و ساکس کوریوگرافی رقص خودشون رو داشته باشن. 4 تا رقاصی که یا دنسری که جلوتون هستن کوریوگرافی رقص خودشون رو داشته باشن، با همدیگه فرق کنن ولی توی یه هارمونی باشن. توی 3 تا انگل فیلم برداری بشه با یه کامرا، نه 3 تا کامرا. این سیکرت فرامرز آصف، این تکنیک فرامرز آصف و دوستان متاسفانه years they are behind. خب بعد از یعنی فقط شما کردی، یعنی هیچ کس تو دنیا این کارو نه 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 خیلی‌ها دارن این کارو میکنن. ما با مینیمم امکانات این کارو داریم میکنیم. ببینید زمانی که شما 3 تا فامیلی از یه دوربین دارین، ماشاءالله استودیوی شما این 3 تا فامیلی رو دارن ده. شاد به شاد کوالیتیاشو فرق نمیکنه. تو لس آنجلس از این جیغای بنفش نمیتونیم ما بکشیم. بله یه کارگردان یه کامرامن هستش، خیلی احساساتی بشی، دو تا اسپانسر خوب پیدا بکنی، میتونی دو تا کامراشو پیدا بکنی. حالا سومی رو بخوای پیدا کنی، باید بنزه 20000 دلارم نور بذاری. نمیتونی. در نتیجه با امکانات کار میکنی. خب در مورد همین ویدیو ببینین، تو یه دونه برنامه‌ای هست، یک آدمایی هستن تو پست پروداکت، تو پری پروداکشن به اسم لاین پرودوسر بهشون میگن. این آقا ساعت 3 بعد از شب شما وقتی که بهش زنگ میزنین میگی من حالا یه دوغ میخوام، بعد بهت برسونه تو پروداکشن. لاین پرودوسر نیست، لاین پرودوسر یعنی کسی که فراهم میکنه برای شما. من تو این پروداکشن لاین پرودوسر خودم بودم. اکسسوری‌ها و چیزایی که برای دنسرها مثلا گوشواره، دستبند، فلان، یه چیز نزدیک 2700-800 دلار، 3 دلار، 2 دلار، 1 دلار، 4 دلار من خرید کردم. بعدش هم که خب به دردت نمیخوره، بعد اگه نه نمیدی به خودشون ولی پس بدی. ولی وقتی که میخوای پس بدی، مثلا عینکی که گرفتن زدن، نمیتونی تگ عینک دیگه رو بهش بزنی. دونه دونه اینا فیلم برداری شده، عکس گرفته با تگ که بتونن برگردن و ریترن کنن. یه و مسئله اولیه هست، رقص یه دختر هستش که در قالب دختری که تمام دست چپش تتو هست، خالکوبی هست و مد این روز. البته دخترای ایرانی یعنی پروانه مثلا میذارن دیگه، لس آنجلس سامورایی شدن. آره از اینجا تا اینجا شمشیرشو نداره ولی دیگه سامورایی هستن. و در اینها ساعت 6 بعد از ظهر رو درست کردن، یعنی خانمی که یه پاش پایینه یه پای دیگهش بالا باشه، مثلا 180 درجه 180 من آدمس هم داره میجوره با خنده. It means یعنی که در قالب نهایت تنشن از همه آدمای دور و برش ریلکس تره. اینم نداشتیم. در نتیجه من یه سری المنت ها رو خواستم بیارم که نسل جوان باهاش آشنا کنم و بعد در قالب دیگه یه سری ایشو ها هستش که پشتشه و نمیدونم جاش هست باهات صحبت کنم، چون من نمیخوام از داستان فانش بیاد بیرون. فرم از آصف دیوانه نیست. این اتفاقی داره میفته که در قالبی مثلا یه میگه سلام عزیزم حال شما خوبه، میگه سلام علیکم حال شما چطوره، بعد یه مرتبه میگه اه من فکر کردم شما ملی مونرو هستیم با این قیافتون، چقدر قشنگ شما، شما اهل کجا هست؟ من اهل یزدم. چی کرده تو من بخوره پس که این قیر خوشگلش کنه. اصلا انتظار نداری کسی که لهجه مثلا یزدی داشته باشه بتونه یه همچین دنسی بکنه، یه همچین زیبا حرکت هایی بکنه. من اتفاقا دارم میگم که رقصیدن البته به لحجه فکر نمی کنم ربطی داشته باشه. دقیقا منم هم همینو دارم میگم، به خاطر همین من این آوردم جلو. شما تا حالا ندیدین که یه نفر رقصه رشتی داشته باشه مثلا هیپ هاپ برقصه،
تو ویدیوهای ایرانی لهجهشو که من متوجه نمیشم وقتی طرفدار میراثی. نه حالا ما یه کاری میکنیم که لهجهش هم باشه، به خاطر همین داریم امضا میذاریم زیرش. چه جوری داریم هم گفتم بهت در قالبی که داره این کارو میکنه داره میرقصه، یعنی در قالبی که میگه جیگرت من بخورم بذار که این غیر خوشگلش کنم داره میرقصه. شما تا حالا میرقصیدم و تکون یه بک‌گراند موزیک بود، این نداره میخونه واسه. آها با یعنی البته واقعا فرق میکنه که مثلا یک نفر با لهجه یزدی یا اصفهانی. نه 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 نه، مسئله اصلی اصلا لهجه تهرانی، مسئله اینه که در قالب حرکت داره حرف میزنه و میدونی اون شخصه. البته نیست اون شخص، برای اینکه ریکوردینگ کس دیگه ای شده. مثلا چجوری بهت بگم، بچه‌ای که اونجا بود ماشاءالله یه خانمی هستن که خودشون میتونم بگم 180 پوند وزنشونه. خسنبوش. صدای ایشون استفاده کردم. دی جی میخوام غیرش بدم یا تا بسنی به میدی؟ این مال یه خانم ایرانی بود که من از صداش استفاده کردم. بعد فکر میکنی حالا این میوزیک ویدیو، چون حالا من نه به عنوان وکیل مدافع هنرمندای داخل کشور، ولی معتقدم که جوانای داخل کشور ما، هنرمندا، موسیقیدانها و موزیسینها بسیار توانمندن، بسیار خوب کار میکنن. از موزیک رپ بگیری تا موسیقی پاپ و سنتی پاپ راک و سبکای مختلف موسیقی، بچه‌ها خیلی خوب کار میکنن. حالا ممکنه یکی بگه که ما به دلیل اینکه پیشینه‌شو نداشتیم و یه دفعه وارد این هیته شدیم پس زمینه‌ای وجود نداره، ولی به نظر من بچه‌ها هم کارهای میوزیک ویدیوشون خیلی خوبه، هم امکانات هم خیلی کمه، امکانات خیلی کمتر از جاهای دیگه است، ولی کاراشون به نظر من فوق‌العاده است برای خودشون. حالا شما فکر می‌کنید با این میوزیک ویدیو تونستی اون پیامی رو که می‌خواستی به جوونا برسونی؟ یا ببینین متأسفانه در قالب موزیک پاپ ما داستانی به اسم کریتیک وجود نداره، اکستریم هست همیشه. یعنی چی کریتیک؟ یعنی زیر ذره بین گذاشتن. یه آدمی که این کار هست بیاد بگه نقد بکنن، وقتی که نیست ملت خودشون تصمیم می‌گیرن. آهنگ سیاسی بود، آهنگ اصلا چیزی به اسم اجتماعی وجود نداره. من بیشتر در مورد مثلا طلاق زن و شوهر صحبت کنم، این سابجکت اصلا دور از دسترسه. یعنی که چی؟ خب معلومه که طلاق دست. الان منطقی ترین کاری رو که من نگاه میکنم مال خداوندگار، خداوندگار واروژانه. 5 ثانیه come to the point. این اوورتور بود گجالر مثلا. بله. اوکی 5 ثانیه دیو جا دی تو پیجا بازا تا با دی حالا بیا حسن بریم در روز یک دقیقه اون رو تازه شروع میشه برای تو نوشتم شد تو دقیقه. الان اشاره به کی کردی؟ هیچ کس. در حقیقت دارم اشاره میکنم، شما فرمودید که بچه های ایران خیلی قوی شدن فلان شدن این حرفا، من دارم پوینت میکنم که یه زمان مواظب باشیم که شما در قالبی که پشت میز نشستید مسئولین، بدونی دقیقاً که چطوری داری کردیت میدی و در آیا اصلا دوست داری همین شکلی که هست. فاین، فانتاستیک. ولی وقتی که میگید پیشرفت کردن، یه وقت مسئله مقایسه پیش میاد، اونجا آدم گیر میفته. این دیدگاه من بود در مورد این چیزی که فرمودین و در مورد محدودیتایی که یه هنرمند در زمان ساختن یه دونه آهنگ داره این روزها. خب بله، این دیدگاه شماست البته و ممکنه دیدگاه خیلی آدمای دیگه این نباشه. بله. منم البته حالا باهات راجبش صحبت میکنم. در ادامه میریم اتاق فرمان، برمیگردیم ادامه میدیم این صحبت ها رو. من تکلیف رو روشن میکنم امروز، همین امروز من این تکلیف رو روشن میکنم که قشنگ بشینیم از روش 3 دفعه بنویسیم. پس جیم جمال جمهوری، جمهوری جمال، جمال جمهوری، جمال تو عشق است. دمت گرم. بریم اتاق فرمان ببینیم چه خبره تو اتاق فرمان. خب همچنان در خدمت فرامرز آصف هستیم و بحث داغی که داریم با هم دیگه انجام میدیم. ببین راجع به لس آنجلس و شرایطی صحبت کردی که محدودیت دارین و مشکل دارین، راجع به بچه ایران هم صحبت کردی که نظر حالا شخصی خودت بود یا نظر کارشناسی خودت بود، تفاوتی که میبینی چیه؟ ببینین تو الان یه مشکلی که هست، اینو ببخش میونه کلامت، این که خیلی از خواننده‌های لس آنجلسی بودن هم و ممکنه بچه‌های ایران رو، کارهای بچه‌های ایران رو قبول نداشته باشن یا ایراداتی رو بهشون وارد بدونن که حالا بازم نظر شخصی خودشونه. من موافق نیستم ولی
حالا اصلا قبل از اینکه فکر کنین که اعتقاد دارن بچهای ایران چی کار میکنن یا بچهای ایران اعتقاد دارن بچهای لس آنجلس چی کار میکنن، یه مسئله هست به اسم بقا، زندگی. نسلی که الان کوله بارش یک نسل جوانتری روشونش هست. فرامرز آصف الان دو تا بچه داره. فرامرز آصف نچرالی تمام دیدگاهاش راجع به موزیک عوض خواهد شد. قبل از اینکه فکر کنه که تو ایران چی کار میکنن و اون یکی آقا چجوری بالانس میزنه و این چطوری، این یکی چطوری رپ میخونه، یا حتی یه درد اجتماعی رو برمی‌زنه، در وهله اول میگه من چطوری میتونم این دوتا کوچولو رو به مقصد برسونم، یا تا در زمانی که عمرم هست بتونم این کارو بکنم. اگر به این نتیجه رسیدیم یه خورده منطقی‌تر میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، ولی همه حرفای شما و من و تمام آقایونی که میزنن کلیشه است. کلیشه یعنی تکراریه. خب آصف جون، میونی کلامتان شکر و قند و نبات. من چون باید بخش مختلف برنامه‌رم اجرا بکنم، خدمتتون عرض بکنم که دوستان اگر اجازه بدین با این دوربین آقای کارگردان بعد اگر اجازه بدین بریم یکی از بخش‌های برنامه رو ببینیم. کدوم بخش ببینیم آرمشو؟ بله، اون بر آبگونه. بریم ببینیم اون بر آبگونه برای این هفته بچه‌ها چی انتخاب کردن. یه ویدیوی جالب ببینیم، باز برمیگردیم در خدمت مهمون برنامه فرامرز آصف هستیم. We've been talking backstage and you've been talking about how you're obviously so beautiful and you're in great shape, and I was talking to you and you said that you do a lot of yoga. I do. And you actually said that you do that you were going to show me a yoga move out here, and I will not be denied. I begged you. She didn't want to do it, but I said I want to see you do this yoga move. And I have to take off my shoes if I'm going to be really doing this, and I need your help. Okay. Oh, okay. Well. No. This is a new Settle down, fellas. So, I'm gonna need you to step forward. What do a little I bit. Do? Just stay straight. This is called the scorpion. Okay. And because usually you do this in a yoga studio and there's a wall, so I'm gonna have to use you as my wall. Ooh. Is that okay? Boo hoo. Okay. All right. You're such an idiot. I'm sorry. There we go. This is awesome. راجع به سبک‌های موسیقی ایران چی فکر می‌کنیم؟ در ایران موسیقی اصیل من به شدت بهش احترام می‌ذارم. خیلی زیبا کار کردن، خیلی زیبا کار کردن. صداهایی میاد بیرون که وادن اصلا دیوانه کننده است. آقای مختابات، یعنی لذت می‌برم. موزیک پاپ یا پاپولار یا موزیک روز. موزیک روز خانم آقایان دقت بفرمایید. موزیک روز یعنی چی؟ یعنی یک بارم گفتم بهت اون اتفاقی که این لحظه میفته من در موردش بتونم صحبت کنم. هیچ هم دلیلی نداره که این موزیک روز ماندگار باشه. چرا؟ من زمانی که در مورد یه سابجکتی که الان هستش صحبت میکنم احتیاج نیست فردا در موردش صحبت کنم. داریوش عزیزمون، وطن 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 آمد و مثلا گفتن اصلا تمام شرایط وفق مراد تمام هنرمندا و اون چیزیست که 99% مردم رایت دادن. آی داریش ممکنه خواهش کنم شقایق و شیش و هشت بخونین. شقایق وای شقایق گل همیشه نمیتونه بکنه. خب آخه چرا باید حتما شیش و هشت بخونه؟ مسئله من شیش و هشت نیست. مسئله من اینه که میگم اون داستانی که اتفاق افتاده اگر در این اتفاق بیفته یک وقتی دیگه موردی نداره، مهم نیست پخشش نکنی. خب یعنی وای سینا، یعنی چی؟ یعنی اینه که من دارم میگم زمانی که گوش گرون شد در موردش خوندی، اگه فردا گوشت ارزون شد دیگه موردی نداره بخونی. در نتیجه من اعتقادی ندارم که موزیک پاپ بایستی ماندگار باشه. نه،
میتونه زمان داشته باشه. اگزکتلی. من دارم میگم موزیک پاپ قوی ترین حربه ایست که شما میتونید برای مشکلات اجتماعیتون، سیاسیتون، فرهنگیتون ازش استفاده بکنین. من تا آخر عمر نمیتونم بگم کجا رفتی بی وفا. بی وفا به یادتان بچه های ایران که شما دارین میگین، that's the point. بی وفا کجا رفتی؟ بی وفا من عاشقت بودم، منو گذاشتی رفتی. من یک بار نشدم بگه you know what بی وفا؟ امروز من بچه خوشحالی شدم، فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، بچه‌م هم داریم، یه دخترم میدم، می‌خوام عروسی کنیم، فلان و فلان و فلان و فلانه. سی 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 جی رم رعایت کردیم. Being compatible, communication, compromise و having a goal. البته همچین چیزی یعنی بوده چی؟ شادمهر عقیلی. شادمهر عقیلی اون آهنگی که خونده شادمهر بود. ببین همیشه در ایران کشتی بونم همینطور بوده، ورزشمون هم همینطور. ما یه تختی داشتیم. نه آخه شادمهر داشتیم. خب بعد از تختی کی داشتیم؟ نداشتیم. آقای سینا 70 میلیون آدمن. نبایستی رکورد فرامرز آصف بعد از 35 سال شکسته بشه. رکورد فرامرز آصف باید در عرض 35 ثانیه شکسته بشه. ندارین. تام همتون این شکلی میشین. داریم. شادمهر قلیچی دو تا موزی ایران گرفت به وجود آورد. بقیه‌اش هم خون آدم فروش very good. بعد دفعه دوم بلند شد آمد گفت مشکوکم به تو. این هم آهنگ عربی بود. من اصلا مشکل نیست برام. آهنگ یونانی بود البته. یونانی مشکل نیست برام. تصمیم گرفته اون لحظه بخونه، فانتاستیک بخونه. ولی دیگه انتظار نداشته باشین که اون اتفاقایی که من دارم میگم نیفتاده میخواین با آمپول نمیدونم فلان تزریق کنین که این اتفاق بیفته. نه، سبکای موسیقی رو باز از دست من پریدی فرار کردید، نذاشتید راجع به صحبت بکنیم. سبکای موسیقی همه رو قبول داری؟ یعنی مثلا تمام سبکای موسیقی که الان در حال حاضر داره اجرا میشه؟ ما سبکای موسیقی نداریم. ما سه تا سبک داریم: پاپ، تردیشنال، هاف وی. رپ، راک داریم البته، نه به اندازه آمریکا. پاپن همشون پاپن. من سیستمی که دارم صحبت میکنم، البته امریکا هم تمام این سابجکت هایی داریم میگیم در قالب پاپ هن، ولی دیگه ما چیزی نداریم تو ایران. مثلا چی داریم؟ من میتونم بگم موسیقی فولکلورمون، بله، رپ های چشپسته چشپسته شیه دستا رو خوب تکون میدن، ایشویی ندارن. رپ اصلا داستان اینه که داره کامیونیکیت میکنه که یه درد دل ملت رو رو بکنه. دو سه تا رپیست خوب ایرانی داریم که اصلا خب هست، ما رپرهایی رو داریم، یاس، هیچکس، اینا همین کارو میکنن. نه 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 باز نمی کنه. باز دیدی یک نفر فقط هست بابا، دو تا گفتم، یک نفر فقط هست، هستن یک نفر فقط. نه بابا بیشترن. به من جرئت ندارم بگم. شما ببین یک نفر فقط هست که توی آلمانه، شاهین نجفی بسیار قویه بابا، بسیار قویه. هیچکس ببین شاهین نجفی درد کلی انسان ها رو داره. من ببین اجازه بده من از حدم یه وقت این ورانور ندارم. گاد بله، خدا با همشون باشه. من چیزی رو که دارم میگم، مشکل اجتماعی من که اون ور آب واسدم 40 سال یه مجله ایرانی مینویسه و بعد از 33 سال رکورد خواننده بد صدا شکسته شد، اینو اون داره توضیح میده بهم. من خفه هستم. البته من این نکته رو خدمت شما دوستان بگم که صحبتی که فرامرز داره میکنه راجع به رکورد پرش سگامش هست که برای بیش از 30 سال رکورددار پرش سگام کشورمون بوده. با چند متر؟ 16 متر و 8 سانت. 33 سال. 33 سال. ولی این هم 16 متر و 8 سانتی متر رو پریده بود. من نمیدونم چجوری 16 متر پریده بود. البته ماشاءالله قد و بالا نشون داد. حالا راجع به اون صحبت میکنیم. باشه. ولی نریم توی دیتیل. من دلم میخواد که به خصوص کسایی که رپ رو انجام میدن از زیبایی و زندگی و اینا یه... البته ببین ما بیرون گود واسدیم. من در عمر کوتاهی که از عمر هنریم باقیه و ناراحتم که چرا هنوز به یه سری از هدفام نرسیدم و چرا ملت منو بیشتر درکم نکردن، در این حال که لطفشون همیشه همراه من بوده، ولی لطفشون در قالب این بوده که فرامرز آصف آدم باحالی بوده، تا اینکه بگن فرامرز آصف دو تا سه تا درد اجتماعی ما رو در طول عمر هنریش روشن کرد. حاجیا
حاجی ها درد زندگی شما رو در عرض 8 سال گفتن، 8 دقیقه گفتن. من اقلا حدود 3 سال نشستم فکر کردم که در چه قالبی من میتونم اینو بیارم بیرون. شست دست راستم کلوف شده، 5 بار دستتون روی نون بمالید با یه پنیر شستتون ورم میکنه، 5 بار روی کاغذ بنویسین گردن، دنبه، سینه، رون، کپال بندازین تو آب جوش بخورین، حالتون به هم میخوره. ولی ما دیدیم ملت چقدر قشنگ رقصیدن. البته اقلا میتونم بگم خدا رو شکر یه موردی شد که ملت برقصن حال کنن. من همیشه اعتقاد دارم در نهایت بشاشی بهترین تصمیم تو زندگیت میتونی بگیری، در نهایت ریلکس بودن بهترین استارت رو میتونی تو 100 متر بزنی. 1000 پوند پر اسکور فینچ به اکیلوس پایت فشار میاد وقتی که استارت 100 متر رو میری. در اینها کوچا میگن میک شور که لپت تکون میخوره، ریلکسی، آرامش، اون چیزیست که احتیاج داریم که بتونیم بهتر تصمیم بگیریم. و باور کن یه چیزی که من کردیت میدم به ملتم، بزرگواریشون، بخشششون و مردم دوستیشونه. چیزی رو که ایراد میگیرم زود به نتیجه میرسن. این تنها چیزیست که من مشکل من دارم. در نتیجه یک سری سودجو میتونن از این استفاده کنن و تخریب شخصیت بکنن. یعنی در عرض یک زمان من میتونم شما رو بشکنمتون با این که بگم اصولا من فکر میکنم سینا سابجکتاشو میدوزه. تا اینو گفتی 50 نفر میگن میدونی که حالا به خبر بخواهد، میدونی که اصولا سینا آدم دوزی بوده کلا. بعدها آمده پشت تلویزیون نشسته تا اینکه یکی بلندشو بگه آقا یک دونشو ثابت کنین، یک دونشو جلو بیارین، یک دونه. همینطور که اینه میگن زودم میبخشن. آه کافی سینا بیاد بگه منو ببخشید به خاطر اشتباهی که در مورد شما کردم. ملت فرمز جون اشتباهی نکردم، این بهترین راهشه، من اشتباهی نکردم ولی منو ببخشید. بچه خوبیه، ببخشینش. حالا که بچه خوبی بودم تا اینجا من رو بخشیدین، دوباره میریم یه سر اتاق فرمان، باز برمیگردیم در خدمت شما هستیم. خب همچنان در خدمت فرامرز آصف هستیم و صحبت از زود زندگی زیباست ای زیبا پسر. اون که 100% زنده اندیشان به زیبایی رسن. به به به، بسیار زیبا. ولی آنقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گذشت. گذشت. بسیار. یه نکته‌ای رو اشاره کردیم که ما زود تصمیم میگیریم، زود قضاوت میکنیم، به قول خودت زودم میبخشیم، زود آتیشی میشیم. این اتفاق البته تو برنامه ما که خیلی افتاده، خیلی افتاده. ما شنیدم یه چیزایی شنیدم. اولا خیالتون راحت کنم، تمام آقایونی که دم از این صحبت ها میزنن داستان یه مقدار شخصی تر از این حرف هاست. نه من عاشق اون دیپارتمانم، نه عاشق اون دیپارتمانم، ولی یه چیزی رو میتونم خدمتتون عرض کنم. الان راجع به کدوم دیپارتمان داشت صحبت میکرد؟ شهرام شب‌پره و سیاوش قمیشی. آه خب، ولی یه چیزی رو میتونم خدمتتون عرض کنم، کسی هم که پلی بک میکنه آدم هایی که اونجا هستن اگر قرار سازی زده بشه روش دقیقاً بایستی نوتشو داشته باشن، آگاهیشو داشته باشن، اضافه بکنن به اون چیزی که هستش. از این طرف خدمتتون عرض کنم، وقتی که هنرمندی که دارن این صحبت ها رو میکنن به عنوان لایو میزنن، من تنها خواننده ای هستم که لایو میزنم به اضافه معین و داریوش، پس آقای فرانک سیناترا نمیزنن. ایرانی رو داشت میگفت. خب یا مثلا آقای معین نمیزنه، چه میدونم آقای امید نمیزنه. بابا اصلا مسئله ای نیست. ما هنوز به قول معروف همین تیمی که اسواردم توی شهرها دنبال کیبورد D50 دارن میگردن، یه رو پارچه فروشم داره میگه یه چیزایی داشتم. من اصلا آمدم زحمت کشیدم، پوست خودم رو کندم، داب استپ استفاده کردم. الان ایرانی ها میگن باز داره پوز میده. داب استپ پوز نداره، تکنیک جدیده، 2-4 الکترونیکه. تا قبالش 50 نفر میان استریم میزن، ران 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 ران. کجایی هن؟ اسرائیلی هن. اسم گروهشون چیه؟ Infected Mushroom. برین گوش بدین،
بعد با آقای شهرام شب‌پره بفرمایید. تمنا میکنم اگر این آهنگ زدی توی آلبومت، فردا با کیبورد D15 رو خواهش میکنم بیاین و پخشش کنید تو برنامه‌تون. چطوری میخوای پخش کنی؟ باز همون جازیسته همونو بزنه با همدازه کیبوردی هم با اون D50 که گفته بی صدا نمیشه. پس اصلا باید خانم لیدی گاگا رو اعدام کنن. ایشون یه دونه بکاپ سینگر هم دارن که صداشون عین خودشونه. ایشون اگه زیپ پیرنشون تو الیویتری که میرن در از 45 ثانیه صدا لباسشون رو عوض کنن بین دوتا آهنگ بیان بالا، یه گیر میکنه یه دفعه شو نیفته، یه کس دیگه ادامه میده تا ایشون کارشون درست بشه بیان رو استیج، میخونه جاش. ولی حالا میایم اون ور خیابون، در مورد صحبتی که داریم میکنیم در مورد خود آقای قمشی، یک بار ویدیوی پخش شد از ایشون که داشت زیبام میخوند، آمدن دوربین اشتباهی رفت از کیبورد پلیری که داشت میزد، دیدن در تلفن داره میگیره. تو ویدیو کلیپ لایو اشتباهی سویچر در جا برداشت. مسئله من این چیز خیلی چیز بعیدیه، چون میوزیک ویدیو رو که بعدن ادیت میکنن لایو که دارن پخش میکنن روی اسکرین. چرا میگی میوزیک ویدیو؟ میوزیک ویدیوش بود که در جاب در اسکرین که داره پخش میشه توی کنسرت داره پخش میشه. آها فهمیدم، گرفتین؟ آره. این درست نیست. مسئله اینه که این داستان سیکونس که من گفتم پلی بک میوزیک، موزیک بک گراوند که باشه، دیسیپلینه و مخاطبتون باید متوجه بشه که شما دارین پارشلی. خانم آقایون، من فرامرز آصف هستم. در کنسرت امروز من 5 تا از ترکامو دارم با پلی بک براتون میزنم، چون نتونستیم 50 تا اردشیر فرایی که تو این برنامه زده نیاریمش. بیاریمش یا نیاریمش؟ نیاریمش. نمیشد، اون برنامه‌های خودشو داشت. در نتیجه پارت اونو من گرفتم زدم، چون تمام بند من رو استیج 2 نفر هستن یا 3 نفر هستن. توضیح میدی ملت؟ واقعا توضیح میدی؟ بله، آف کورس. این یه داستانه، و داستان دیگه ای که در قالبی به این ملت میتونی بگی من مظلومم، در نتیجه آدم خوبی هستم. بعد آن بکنی که نبایستی میکردی. من برای این برنامه 15 تا سکیوریتی میخوام. بایستی این سکیوریتی ها مرا مواظب باشن. شروع شد. همینجا 9000 دلار خرجت رفت بالا. آمدن همه رو استیج ایستادن. برای چی اینجا ایستادین؟ برین کنار، من بین مردمم هستم. ملت هم دست بزنن زنده باد زنده باد زنده باد. نه. اون برای قضیه چیه؟ اینو ملت نمیفهمن. ولی اگه یکی اسم فرامرز آصف بگه میگن اوه. حالا من گفتم، تو چرا باور کردی؟ اصلا نباید رفت اونجا. همینطوری قبول کنیم همدیگر رو. خیلی دوستانه، هممون دستامون تو جیب همدیگه است. خیلی دوستانه از همدیگه کریتیک میکنیم. جواب تلفن من نمیدی برای یه کنسرتی که دارم میذارم، در نتیجه یورد اصلا محکوم اجتماع هستی. و من فقط این میگم، چیه جواب تلفن تو نداده؟ من نیستم، من دارم راوی هستم. چند دفعه بهت بگم اگه متوجه نشی مهمونی نمیارم؟ خب متوجه نشدم، روشنم کامل. مهمونی نمیارم. معما داری طرح میکنی؟ خب نه، معما نداره، خیلی راحته. داستان از این قرار است که بندی ببین، این تمام این اتفاقایی که میفته اول برنامه گفتم پشتش اینه. اگر یه کنسرت زیبایی بین مثلا فرض کنین عباس آقا و تقی آقا انجام میشد، عباس آقا تقی آقا نگم، نمیخوام بگم، نه خیلی راحت دارم میگم، خود دارم میگم بهت، برای اینکه اتفاق زیاد داره میفته. میافتاد کسی کریتیک نمیکرد هم دیگر رو. کنسرت آقای قمشی و امی معین به هم ریخت. خب آقا یه کامرشال میخوایم درست کنیم، آقا ممکنه شما بشینید که پیانو بزنید که این آقام بخونه؟ کسی با من بیانا پولی به من نداده، این عکس بگیرش. ولی اصلا مهم نیست، اونم دیدگاه خودشو داشته، اون یکی هم دیدگاه خودشو داشته. حالا نمیشد مثلا فلانی نباشد، مثلا فلانی باشه جاد. ببر آنچه دلت خواهد مگر نان کسی را. اینو من بهش میگم فضولی، حرف نزن. حالا نمیشد مثلا نشد، مثلا خوب استا نشد اون یکی باشد. سال 96 98
خواهش میکنم به خاطرتون باشه فرامرز آصف یه بچه تازه جلوی تمام کمپانی ها واسده کمپانی خودشو میزنه افرا پروداکشن یعنی میخوام سی دی ها و آلبوم های خودم هم پخش کنم کنسرتی بود در دبی راهی بود که من بتونم فامیلم رو ببینم مادرم و خدا بیامرزم رو ببینم که بعدها دیدم یک کنسرتی بود برای آقای سیاوش قمیشی بلکتس داریوش و پروموتر آمد گفت جناب داریوش فرامرز آصف و شما و بلکتس و قمیشی گفت بسیار زیباست گفت دو تا این ور دو تا اون ور باشه به محض اینکه مسائل مالی اولیه حل شد گفت حالا داستان چیه گفت هیچی شب اول بلکتس بخونه با قمیشی شب دوم با شما هستین با آصف و گفتیم تمام سی دی هاش هم 6000 تا سی دی هم از کمپانی خودش فرستاده که پخش کنن اینجا و فلان من گفتم تو چرا باور کردی قرار شد اینجور که من فهمیدم بشه قمیشی بلک کتس و آصف این بزرگوار و من شب دوم انجام وظیفه کنم با خودم خب اون دوتا هم نچرالی گفتن چرا ایشون تنها بخونه ما سه نفر باشیم ما نمیتونیم قبول کنیم آقا 6000 سی دی فرامرز آصف در دبی زیر حرارت آفتاب آب شد That was my life saving اون پولی بود که پسنداز کرده بودم بعد از پروداکشن اون آلبوم عظیم جنگ و سال از دستم رفت هیچ وقت هم اینو من به روی آقای داریوش نیاوردم تمنا میکنم فکر نکنید اینجا من میخوام خراب کنم هنرمند مردمیه ولی این اتفاقا میفته ولی show must go on چشمتون رو باز کنین رأی بدین به ملتی که میدونین صمیمی هستن و فداکار هستن و درد شماها رو میفهمن خیلی حتی خود داریوش عزیز سر یک کنسرت من که تصمیم گرفتم تک و تنها تو لس آنجلس این کار رو بکنم برای اولین بار کنسرت نشسته داشته باشم یکی وسط برنامه آمد گفت اون ردیف پنجم اون 20 تا تیبل خانم داریوش گرفته که خانم من رفت هراسان چرا شما این کار کردین؟ چرا به من نگفتین که یه هلده مثلا بلد نیست این چیزها رو Why didn't you tell me که من بتونم اقلا do something گفت نه من میخواستم این جوان رو بکاپش کنم این زن بزرگ با خود داریش اونطوری ولی یه اشتباهایی میکنن که بدونی که بدونن یه مطبع زندگی یه نفر میتونه از این ور به اون ور برگرده از شهرام در این که بیاد بگه به خاطر اینکه من میخواستم در موردی صحبت کنم تلفن من جواب نداد و این داستانو به صورتی پابلیک بکنه من یه مقدار اینو دو بار فکر میکنم راجع بهش ولی اینم دارم خدمتتون عرض میکنم بعضی از آدمهایی که متاسفانه میدیا بیشتر از همه زیرشون اسام میذارن و توضیح نمیدن که کی هستن اشتباه حساب براشون پیش میاد خب یعنی چی اعمال نفوذ در مورد خواننده های دیگه میکنن این باشه اون نباشه این کیه یا مثلا بیشتر از 25 دقیقه مواد نیستانم بخونه زمان بندی کنسرت هم شکاریه خب حسین باشد با تقریه خوب است که بس دوتا بیشتر نباشد اون یکی میگه این باشه ما اون یکی میگه فدات بشم من تنهایی هواپیمام استاپ مستاپ نداشته باشه من قربونت برم فقط با گوگوش میخونم آقا اومدن بلیط فروختن فلان کردن زندگی گذاشتن تو همین دبی یه مرتبه خواننده به علت سرماخوردگی یا نمیدونم هارد اتک نیومد نه خیر هارد اتک نبود من میدونم چی بود چی بود یکی میگه آقا من از هواپیما میترسم سوار نمیشم و یک برنامه برات بگم در مورد یه خاطره خوب بگو دفعه قمیشی برنامه داشته توی دبی و صداش یک مقدار منقلب بوده I love قمیشی رو این خیالتون رو لحظ کنم I love him in the same time بعضی وقتا gets to my skin آمد اینجا و رفت پلی یه دکتری هندی حالا بگیم آقای دکتر رو مثلا میگیم کود ان کود سانجی دکتر سانجی و دو تا از پروموترهای تلویزیون هاییم که میدونید تو لس آنجلس برنامه میذاشتن اینجا بودن آقای مسعود جمالی و یکی دیگه خب گفتی شما اسم نیار نه بگو مشکل نداره هر کی من چه گفتم اسم نیار زیر پا چرا داری میزنی من اصلا میزم بسته از زیر پام به تو میخوره
گرفتمش خانم آقایون. آره. من گفت دکتر این سنا is a little bit confused. You're checking. You should not sing. When you singing tonight? No. It's very bad. Oh, pas bad. Okay, no singing. مسئولی میگه نخون. حالا کنسرتم یه جورایی سولد آت بوده اینا. اس میشه یه تلفن انونیمس میاد طرف اتاق قمشی. مثل قمشی؟ بله. This is Dr. Sanchi. Yes. Are you feeling better? Same. Can I ask you say oh yeah. Why you're asking this? I want to check. Please one more. Oh yeah. No, in the same time, I believe that your voice is much improved. You can sing tonight. خود مسعود جوالی بود ادای دکتر رو در آورده بود. قمشی زنگ زد. من نمیدونم مسعود این دکتره با توه یا با منه. به من زنگ زد که میتونی بخونی. گفتم نه قمشی جان من ابسولوتلی میخوام. اصلا شما زحمت نکش. نه نمیخوام. ما الان داریم. نه دکتره داره میگه میتونی بخونی. خلاص قمشی میکشن اونجا میره برنامه‌اش میذاره صبح بعد از اون سر نهار شوخی های عبی قاسمی و مسعود جمالی امتحه میزنن زیر خنده چرا میخنده؟ بعد متوجه شده که این مسعود جمالی بود که ادای دکتر سانجی رو در آورده خلاصه برنامه اجرا کرد خیلی خوب زیبا جلو خیلی خوب پیش رفته خیلی خاطره زیبا داشت بریم اتاق فرما ببینیم چه خبره تو اتاق فرما خب یه این همه صحبت کردیم این همه حرف زدیم این همه چیزهای مختلف تعریف کردیم یه خاطره هم واسه ما تعریف کن بابا از خودت بگو ببینیم چه خبر چه اتفاقی افتاده از من خودت یه کنسرتی داشتم در واشنگتن دی سی در شرایتن با داریوش خب و اون موقع ها یه استیجی بود که با 4x8 که اینا درست کرده بودن میدونی که پلتفرم‌های 4x8 دو تا از این پلتفرم‌ها رو قفل نکرده بودن از زیر اون موقع من یه مقدار برجه ناراحت بودم رو استیج یعنی آدم آرومی نبودم یه وقتی میدیم همتون که مثل سیرک دو سلیم یه وقتی میدیم فرماز آسف بالای سپیکره بلند شد رو هوا یه اسپلت این شکلی مثلا رو زمین کرد یه دن از این حرکت‌های نامعقول کردیم ما و آمدیم پایین روی کارپتی که انداخته بودن که بیس پلیرم اونجا داشت یه پاش روش بود یه پای کیبورد پلیر بود ما از اون بالا آمدیم مثل این فیلم‌های کشتی کچ رو این داستان آکیلس تندن آشیل پای من خورد به تیزی یکیشون و زانوی منم خورد به این صورت شما میاد اگه کلوز اپو من بگیرم بهتون نشون میدم این داستان اینطوری میاد میخوره زمین اینجا یه دونه و اینجا یه دونه بله و این قالی رفت نیخته پایین ولی رو هوا و زمین من نگه داشت بیس پلیره که داشت میزد امریکاییه میدونست همیشه من درد سر این کار دارم گفت آسف تا پاشو برداشتی که من رفتم پایین هیچی عشق تو چشم ولی میدونی که وقتی یه اتفاق اینطوری میفته یه حالت عجیب غریبی با آدم دست میده درد و فلان ضمن جمعیت هم مثلا آخرین آهنگ من بود تن سر بیه تو آیه بارون تن برفیه من بگو ایران خاک تن من همین تو میدم خاله واقعی من باید برم دویدم اومدم بیرون دیوانه اردشی دوید چته همه چی درسته اینا دارش گفت چت شده گفتم هیچی سلطان اصلا نهی رو استیج داغون شده شکسته به شدت شکسته یا شکسته گفتم به شدت اصلا نه رو استیج فهمیدم هیچی داریوش هم رفت وسط جمعیت دوستان عزیز امشب من میخوام بین ملتم باشم و رو استیج نمیرم من در اون پشت هم داشتم نگاه میکردم که چون خیلی دوستش دارم دیدم هم گریم گرفته هم خنده دارم شکممو گرفتم همین که چرا این به فکر من نرسید که من بعضی استیج بیام پایین بین شما و ملت اما وسط حالا همه این صحبت ها بخش مسابقه این هفته رو هم تا یادمون رفته یک یادآوری بکنیم محبت کنید تشریف ببرید روی صفحه فیسبوک من سینا ولی‌الله لینک یوتیوب برنامه رو شیر میکنی جوابم دادی ندادی هم حالا مهم نیست اسم شما میره توی ظرف قرعه کشی و شاید برنده مسابقه این ماه شدید دیگه خدا رو چه دیدی خب ورزشکار بودنت که اصلا یعنی خبر تا
تازه ای نیست، یعنی دیگه تو دیگه اگه ورزشکار نباشی دیگه وای به حال بقیه. ورزشو ادامه دادی اصلا کلا بعد از اینکه ما یه لقمه ورزش به هر حال انجام میدیم، یه لقمه رو داری، یه لقمه رو، ولی به صورت اینتروال، if you know what I mean. حالا ما که نمیتونیم کشتی باد بگیریم، نمیتونیم پرش سه گام داشته باشیم، نمیتونیم باهات بود. اصلا کی گفته شما این کارا رو بکنید؟ شما آقای سینا هستید و بسیار هم زیبا کار میکنید. من اصلا میخوام خانم آقای اسم ایشونو بذارم آقای جیمز باند. به خدا که لوز اگزکتلی لایک شون کانری جوان. قربونت برم. ما اینجا یه مسابقه داریم با مهمونمون. بله. من خودم انتخاب میکنم این دفعه بازی رو. میخوام باهات بسکتبال بازی کنم. من فکر کنم تخته نت داریم یادی. نه. ها شطرنج. بسکتبال. بسکتبال آقا بریم بساط بسکتبال رو ردیف کنیم. خب رسیدیم به بازی برنامه. طرفدار اصلا تیم بازی برنامه. ببین ما اولین مسابقه بسکتبالی که با توپ فوتبال داریم. اصلا همه کاراتون خیلی یونیکه، اصلا مخصوص خودتون. حالا اونا رو عوض میکنیم. دقیقا چهار تا توپ داریم. بله. میزنیم یکی یکی. بله. هر کی بیشتر زد. شما الان از همین نشون بعد... نکرده من میگم شما برنده ای. بعد اون وقت بازنده چیکار میکنه؟ بازنده هر چی که شما بگین میخونه. میخونه. یه دهن میخونه. خواهش میکنم. بریم. خواهش میکنم. این یک خودش برگشت. باشه قبوله، حساب برنامه شمایی. اینم جواب بود. خب دوتا دوتا از چند تا شوت. مهمون نواز باش، مشتی باش. پنج تا بفرم از بده شیش تا برو توان دفاع اینا هم باید بخونم. به هر حال چون من نمیتونم بخونم بهتره که نه شکر خدا نرم قرار شد که شما اصلا هیچی نگید. من هیچی نمیگم. گفتی بلاک کن چیزی از من صحبت میکنم. برو خارج از محیط استودیو. مثل این از حالا باید گرم کنم. آبرو حیثیت نره. تو رو خود میتونی اینسرت کنی یه دونش بره تو؟ دقیقا همین کارو میکنم. خب خدا رو شکر. یکی دیگه این توپو بدید یه بار دیگه. آره چون به من گفتی شیش بار. یکی دیگه هم بدید. یکی دیگه هم بدید از اون توپا. اینقدر تعداد دوستان زیاده 20 تا توپ بفرستند یواش یواش. آها این شما بگی فعلا. بگیر. خیلی خوب. دو تا دیگه هم بزن به خاطر اینکه مهمون نوازی کرده باشه. خیالت راحته. آره. خب اینم از این و خانم آقای اینا یه دستگاهی گرفتن گذاشتن روی این توپاشون. خانم مهموناشون توپاشون. من معمولا آدم اینطوری نبودم. آره هر شیشتا رو خب شکر خدا از شیشتا هیچ کدومش نرفته گل. بخون بخون برامون مینم. یه چیزی میخوام بهت بگم که الان بشینو بخون که منم حال کنم زودی. نه اتفاق میخوام وایسم رو بخونم. بخون. یکی از آهنگ های معروف فرامرز آصف میشه. برو بریم. یادتونه یه آهنگ بود میگفت کیه کیه داره در میزنه. من صدای کرو رو میتونم بشنم بهم بگن کیه کیه داره در میزنه. کیه کیه داره باز در میزنه به خلوت دل من سر میزنه. کیه کیه نمیدونه منتظرم اینجور در رو بالگر میزنه. بابا 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 بقیهش دیگه نمیگم به دیگه مجانی داری یا آهنگ یاد بگیری. دمت گرم فرامرز. خیلی حال داری. خیلی لطف کردی. قربونت برم. کلی حال کردیم. کلی استفاده کردیم. و فقط بخوام یک کامنت آخر بدم. به خدا تمام هنرمندا رو من عاشقشونم. معلوم تمامشون رو نه واقعا دارم میدونم و تمام هنرمنده و ورزشکارای ایران رو میپرستم. خواهش میکنم از حرفای من نتیجه گیری مثبت بکنید و هدف اینه که با این دموکراسی و این آزادی که داده میشه با آدم که صحبت بکنه همدیگر رو لااقل به فکر بیافتیم. من نمیگم درست کنیم چون من پریست نیستم که ادوایزر نیستم نصیحت کنم. آها ولی میتونم بگم لااقل یه همچین اتفاقی رو من میبینم. ممکنه بگن تو 100% اشتباه میکنی. قلبم روشن و تمیز و شفاف است. دمت گرم. کلی حال دادی. امیدوارم که باز هم تو برنامه‌های بعدی
فرصت داشته باشیم در خدمت آصف باشیم و از صحبتاش استفاده بکنیم. این برنامه‌هایی که ما داشتیم باهاش که خیلی آتیشی بود. همچنان در خدمت شما هستم از آصف عزیز گرفتم. دوستان قربون دارم. خب به پایان برنامه رسیدیم شکر خدا و میبینید که اگر من یه مقدار نحوه در واقع استایلم عوض شده اینه که من تحت تاثیر مهمون برنامه قرار گرفتم، اونم به دلیل اینکه من هیچ وقت فکر نمی‌کردم در خیلی از چیزهایی که فرامرز کار کرده اینقدر معنا وجود داشته باشه. من الان معناگرا شدم و تصمیم گرفتم همه کارهامو شبیه فرامرز بکنم. امیدوارم فرامرز یه موقع احیانا بهش بر نخوره، چون تو اتاق فرمان نشسته. اگه احیانا من الان از در این استودیو برم بیرون ممکنه دیگه تو نیام، برای همین من از پنجره میرم که اونم نتونه منو پیدا بکنه. فقط خدمتتون عرض کردم که من این هفته که نتونم، یعنی میخواستم سعی بکنم قبل از خداحافظی ولی نمیشه. یعنی میخواستم این پامو بیارم بالا که ساعت 6 و نیم یا ساعت 6 و نیم که البته همینجوری که وایسادم ساعت 6 رو میخواستم اجرا بکنم ولی نمیشه. با دست میتونم ساعت یه رو به سر اگه اجازه بدیم من اینجا اجرا بکنم و آدامس نمیجوام، ولی سعی میکنم که بعدم بتونم با پاهم ساعت 6 رو نشون بدم و آدامس هم بخورم که میخوام بار معنوی برنامه رو ببرم بالا. یعنی اگه بتونم این کارو بکنم من تا هفته دیگه سعی میکنم که بتونم این آدامس جویدن و ساعت 6 بعد از ظهر رو براتون ردیف بکنم که بار آموزشی، فرهنگی و معنوی برنامه بره بالا که دیگه اینقدر شما مشکل نداشته باشین. اگه احیانا صحبتایی هم توی برنامه شد اینا هم همه به خود فرامرز مربوطه. من تلفن و آدرسشو میذارم روی فیسبوک، برین باهاش صحبت بکنیم. قربان شما، منم از همه شما خداحافظی میکنم و ساعت 6 نداره.